در تازه ترین ردبندی شاخصهای آزادی مطبوعات در جهان که هفته گذشته از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ایران در میان 180 کشور در رتبه 169 قرار دارد. در ارتباط با احکام صادر شده برای 4 خبرنگار زندانی در ایران گفتگو می‌کنیم با رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که از پاریس با ما همراه شدند. آقای معینی، زنده وقت بخیر به شما. مقام‌های ایرانی بارها اعلام کردند که در ایران خبرنگاری برای انجام شغلش در زندان نیست، ولی خب این احکام صادر شده و نمونه‌های مشابه بسیار دیگری خلاف این گفته رو دارن ثابت می‌کنند. آیا فعالیت‌های حرفه‌ای این خبرنگاران می‌تونه اونطور که دستگاه قضایی ایران اعلام می‌کنه امنیت ملی رو به خطر بندازه؟ با سلام به شما بینندگان ارجمند صدای آمریکا و خوش آمد به دفتر گزارشگران بدون مرز. واقعیت این است که از فردای فرمانی رو که دقیقاً 16 سال پیش آیت الله خامنه ای صادر کردند و در آن رسانه ها را پایگاه دشمن خواندند و سپس تهاجم همه جانبه ای به روزنامه‌نگاران انجام شد، بیش از 300 روزنامه‌نگار در طی این سالها بازداشت، محاکمه و محکوم شده اند و در این رابطه مخرج مشترک یا اتهام مشترک تمامی این روزنامه‌نگاران فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نوعی اقدام علیه امنیت ملی بوده است که اساساً هیچ کدام از آنها در چارچوب قانونی وجهی نداره. الان شما شنیدیم که آقای طباطبایی گفتن که اتهامات پایه و اساس حقوقی ندارد. واقعیت این است که دادگاه‌های انقلاب اسلامی که محکوم کننده اصلی این روزنامه‌نگاران هستند غیر قانونی هستند در ایران. بنابراین روزنامه‌نگاران در ایران متاسفانه برای کار حرفه‌ایشان بازداشت می‌شوند، محاکمه می‌شوند و در گردابی که در میان جنگ قدرت در ایران برقرار قربانی این جنگ می‌شوند. آقای معینی، گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارشش هفته گذشته گفته بود که با وجود بهبود نسبی در روابط خارجی ایران، این کشور همچنان یکی از سرکوبگرترین کشورها در زمینه آزادی مطبوعات هست. چه تعداد روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در زندانهای ایران الان داریم و آیا اونها به حقوق اولی از جمله وکیل و امکانات درمانی دسترسی دارند؟ امروز در ایران بیش از 32 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی هستند. ایران یکی از 5 زندان بزرگ روزنامه نگاران در جهان، برای روزنامه نگاران در جهان و بزرگترین زندان برای زنان روزنامه نگار زندانی. متاسفانه همان گونه که شما اشاره کردید، یکی از علتهای در رده‌های آخر رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ماندن ایران یکی همین وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی است و در اطلاعیه‌ای که در این رابطه ما منتشر کردیم، نگرانی عمیق خودمون از وضعیت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران و وبنگاران زندانی اعلام کرده ایم. امروز آقای سحرخیز که در میان این تعداد از روزنامه‌نگاران بازداشت شده یا قربانی در اصل موج بازداشت های آبان ماه گذشته بودند، آقای حسین رونقی ملکی، خانم نرگس محمدی و ده ها روزنامه‌نگار دیگر میتونم نام ببرم.